سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدم بریم محله بهارستان رو ببینیم و یه سری هم بزنیم به حمام بهارستان که البته اجازه فیلم برداری رو نمیدن، منتها از دم درش میتونیم ویدیو رو بگیریم. و اینکه اون سمت خیابون من واسه تون ویدیوشو گرفتم، میتونید توی کانال ببینیدش. نم گرمابه بهارستان. بریم جلوتر ببینیم تأسیسش برای چه سالی هست. خب قراره که بریم به سمت ارگ کریم خان یا بازار وکیل که ببینیم چه خبر، چون چند روز قبل از عیده، یعنی حدودا 2-3 روز دیگه عیده و گفتم بریم اون سمت رو ببینیم. قطعا باید شلوغ باشه و پر سر و صدا. در خیلی خیلی قدیمی که فکر میکنم این درا قیمتی هم باشن تقریبا. خب رسیدیم به زیرگذر زند. چند تا یا کریم هم اینجا دارن برنج میخورن. خیلی از دوستان علاقه دارن به محله های قدیمی و من سعی میکنم که این محله های قدیمی رو واسه تون ویدیوشو بگیرم. یکی از محله های قدیمی هم محله سنگ سیاه هست که ویدیوش توی کانال هست، میتونید ببینید. تأسیسش 1342. جالب بود، گفتم براتون بگیردمش. اینجا مغازه‌های قدیمی زیاد دیده میشه. سایه عتیقه و اینجور چیزا هست. نمیدونم مشخصه تو ویدیو یا نه، چون نور آفتاب خیلی زیاده. محله های قدیمی خیلی اقامتگاه هست و خیلی هم این گرمابه ها دیده میشه. مثلا یه دونه هم اینجا نوشته گرمابه خواجه خضر که من خودم تا حالا نشنیده بودم، ولی خب قطعا کسایی که سنشون بیشتر هست این محله ها رو یادشونه و حموما رو یادشونه. مثلا
ساختمون ها همشون قدیمی ها. حالا یه روز باید بیایم محله های قدیمی رو زیر رو کنیم، کوچه هاشو. اینجا هم نوشته که سرای فرش شیراز و هیچکی هم داخلش نیست. ماه رمضان هم هست، بیشتر کافه ها بسته است. اینم زیروزر زن که الان اومدیم و بریم ادامه این مسیر رو ببینیم و چقدر هم شلوغه امروز. بنویسم تو ببینیم چیه. خب اینجا یه دونه مسجده که بازم نیست، نمیدونم مثلا باز میکنن یا نه. سفالا واسه هفت‌سینه قطعا و کل اینجا از این چیزای هفت‌سینی دارن. یکم شبیه سبز میدون اصفهان هست اگر اشتباه نگفته باشم مکانشو. خب
خب یه کوچولو بریم داخل بازار وکیل از این سمت. بعدش بریم محوطه باز بازار وکیل ببینیم چه خبره. جام شبیه سر مشیره. بریم ببینیم بالا چه خبره؟ قدم پله داره. خب من نمیدونم شخصی یا نه، ولی خب درش باز بود. فکر کنم فرش فروشی باشه. اینجا هم دارن فرش می بافن قطعا. خب هم از این سمت راه داشت هم از این سمت که من اومدم.
Ali'ye çi bekam daha doğrusu. Ne çi bekam bunu? Ver. Ben ona söyleyeyim.